سلام دوستان عزیز، وقتتون بخیر. حجت هستم. امروز قرار در مورد بحث ولنتاین یه ولاگی داشته باشیم. حالا اینکه از کجا اومده قضیه چیه و حالا هوای آمریکا توی در واقع روزای نزدیک ولنتاین چجوری هستش. قضیه ولنتاین از اینجا شروع میشه که یک سنتی وجود داشته. سنت یعنی همین حالت قدیس، این بزرگای دین مسیحیه. بعد توی زندان بوده، زندانبانش دختری داشته، بعد دختره مثلا کور بوده و اینا. زندانبان دعا میکنه و اینا که این دختره شفا پیدا میکنه، چشاش بینایش برمیگرده. و وقتی بینایش برمیگرده، این آقای سنت ولنتاین، اسمش هم سنت ولنتاین بوده، عاشقش میشه و اینا. قبل از اینکه سنت رو بخوان اعدام بکنن، یه نامه‌ای به دختری میده که توش مینویسه آقا یور ولنتاین. خب که حالا این یور ولنتاینه، الان مثلا رسمی که اینجا هست، دختره به پسر یا پسره به دختره، معمولا پسره به دختره میگه که بی مای ولنتاین، یعنی آ ولنتاین من باش. خب این از اونجا میاد، یعنی یه نامه‌ای که طرف میده به اون دختره و عاشقش میشه و اینا. کلا یه همچین چیزی به وجود میاد. یه چیز دیگه هم، حالا یک روایت دیگه هم که وجود داره، اینه که میگن که این آقای سنت ولنتاین کسی بوده که واسه سربازای مسیحیت که اجازه نداشتن در واقع ازدواج بکنن، مراسم برگزار میکرده، مراسم عروسیشون رو برگزار میکرده، همین خطبهشون رو میخونده و اینا. واسه همین این آقای ولنتاین رو میگیرن اعدام میکنن و میکشن. واسه همین این اسم ولنتاین از روی اون میاد. دیگه از قرن سوم بعد از میلاد اتفاق میفته، تا الان هم هستش، یه چیز کاملا مسیحی هستش. و خب مسیحیان همه جا معمولا اینو در واقع پارتی میگیرن، ما هم که این کارو میکنیم دیگه قاعدتا. و حالا بریم داخل بازار ببینیم که حالا هوای اطراف نزدیکی ولنتاین چجوری تو آمریکا. بچه ها، اینجایی که من زندگی میکنم اصلا آب و هوا یه چیز عجیب غریبیه. دیروز مثلا هوا اونقدر گرم بود که شما با یک هودی حتی میرفتی بیرون، هوا مثلا اوکی بود، یعنی حتی گرمت هم میشد. اما امروز داره برف میاد، یعنی امروز صبح بلند شدیم میبینیم صورت عجیب غریب داره به هوا میام، زیاد سرد نیست هنوزا ولی داره برف میاد دیگه. حالا اینم تو پرانتز گفتیم، حالا بریم داخل خود بازار ببینیم که چه جوری قضیه. خب بچه‌ها، این پاندورای مرکز در واقع حالت جواهری و اینا هستش، حالا چه بدلی جا چه اصلی جا، که یکی از جایی هستش که مردم واسه ولنتاین اونا خرید میکنن. حالا بریم جلو ببینیم مثلا بعضی از کادوهاش قیمتاش چجوریه. اینجا یه منوی مثلا خودش گذاشته اینجا که قیمتاش مثلا میاد میگه بچه ها. مثلا این ست گردنبند نقرهش 129 دلار، 130 دلاره. بعد مثلا همهشون قیمتاش 99 دلار، خودش هم گفته 99 دلار شروع میشه تا 130-40-50 همیشه که بالا. بعد مثلا این گردن بنده با آپشن های مختلف شو گذاشته، کلا این همه واسه خانوم هست بیشتر. بعد that's okay. اینجا رو حلقه هاش هست. اینجا هست ها ببینیم قسمت پایین ها نوشته، نوشتی که آقا اون هدیه ها قیمتش 99 دلار شروع میشه. و هر جایی که شما بریم مثلا این دستبنده و گردنبنده و اینا همه شون قیمتش رو زده. پاندورا مارک معتبریه، برند معتبری هستش و معمولا افراد واسه خرید میان اونجا. خیلی هم همیشه صف داره اینجا. مثلا امروز خاطر اینکه هوا بارونی بود و هنوز اول صبح، یه کمی خلوت تره، ولی خب در کل جای شلوغی هستش، جای ارزون نیست.
Hi, how are you? I'm great, how are you? I'm fine, thank you. What can we do for you? I'm just looking around to see what... My name's Lisa, I'm calling here as well. Okay. Have fun, you need us, just give us a holler. Okay, thank you very much, I appreciate it. تا اینجام یه در واقع مغازه استوری هستش واسه خانوما بیشتر، حالا حالت کیف و حالت گردنبند و اینا رو داره که میبینید خیلی هم گرم معمولا میان جلو باهاتون صحبت میکنن، اسمشون رو میگن و بعد میگن که حالا چجوری میتونیم کمکتون بکنیم و اینا. اینجا هم معمولا روی محصولاتشون یه چیز فری هم اینجا میدن. اینجا کلا جای گرونتر، جایی که خلوته بچه گرونه، یعنی کلا کسی نمیاد داخل چیزی بخره. خب بچه اینجا هم استور ویکتوریا سیکرت هستش و چسبیده بهشم پینک رو داریم که واسه لباس در واقع زیرو اینا هست، خیلی برند معروفیه ولی خب هنوز باز نشده. بعدش هم میه حالا توی تخفیفات ویژه معمولا میزنه واسه ولنتاین، ولی خب اینکه که الان داریم میبینین 7 لباسی رو با 35 دلار میفروشه. حالا الان میرم جلو اینو ببینید، مثلا ببینید پینکی میگم 7 تا پنتیز یا همین شلوارای استرش رو 35 دلار میده که هر دونش 10 دلار هستش. اینجا بچه شاپ اکسپرس هستش، حالا چسبیده به همین برش قسمت مردا و این برم قسمت خانوماشه که واسه ولنتاین 50% آف زده، کلیرنسش هم هست و میگم کلا تو ولنتاین خیلی خوب میشه و این 50% آف زدن واقعا فوق العاده است. بچه این مغازه هم واسه شکلات سوئیسی هستش، کلن خیلی شکلاتش خوش باید است. واسه ولنتاین هم همچی که میبینید تخفیفات ویژه گذاشته. حالا بریم داخلیش که این دور بزنیم، بسته بندی های مختلف، قیمت هاش هم 17 دلاره بچه، مثلا همین که از همین بسته های پلاستیکی جلویمانه 17 دلاره و اینجا هم که بقیه بسته بندی هاشون رو میبینید. Hi, how are you? I'm just... Oh, thank you very much. مثلا بچه این باکس قیمتش 89 دلاره، با شکلاتی که الان داریم میبینین 89 دلار قیمتش هستش و اینو شکلات های الکل دارن هستن ها. ببینید نوشته تافیز، نه اینا ویت الکل هم، ولی ویت الکل هم داره اینجا، مثلا این تافیز ویت الکل 18 قسمت داره و 36 دلار قیمتش. کلا این هم برند خیلی معروفیه، لاجراج سوئیسیه. پشن اینجا جواهر فروشی اتان جوردنه. اتان جوردن دقیقا یکی از مارکای معروفه با گابریل الکساندر اون بره. خب که میبین 70% آف زده، حالا من نمیدونم چجوری قضیهشون ولی 70% آف زده واسه ولنتاین. این بره دیگه هم همین گابریل الکساندری که میبینی نشونتون میدم، این هم دقیقا 50-70% آف زدن، همه شدن جولیری هم و واسه ولنتاین میبینید که این کار کردن. بچه اینجا صفحه آیفونه که میبینید مردم دارن میرن واسه آیفون خریدن یا اینکه واسه تحویل گرفتن آیفونشون، که این صف از اینجا شروع میشه میره تا نزدیک خود درش. جالبه، اونم
داخل خود اپ استور. یک کم بریم جلوتر باشم میرسیم به سفورا، قسمت مورد علاقه خانوم ها، فروشگاه سفورا. اما روبروش یه فروشگاه دیگه هست به اسم اردن که اونم 50% ببینید آف زده. خود سفورا معمولا زیاد آف نمیزنه چون قیمتش مناسبه، حد اکثر مثلا تخفیفش 25% اینا هست. اینجا سفورا است بچه که معمولا تا 25% آف میزنه. خب در سفورا رو باز کردم چون میبینم که مردم همه دارن میرن تو آخر. حالا من یه ویدیوی مخصوص سفورا بچه تهیه میکنم، فقط واسه اینکه به مناسبت ولنتاین بود اومدم داخلش که یه سری چیزا رو نشونتون بدم، یه دوری داشته باشیم اطراف و بعدش بریم سراغ بقیه مغازه. یه سری مغازه مخصوص هم هست به اسم بسن بادی ورکس که فقط محصولات صابون و شامپو مثلا شم و اینا که حالت خوش بکنند و اینا داره رو میفروشن، که حالا میبینیم که با بسته‌بندی های مخصوص ولنتاین حالا تو این مدت فقط دارن محصولات ولنتاین تور میفروشن. حالا در مورد این مغازه من این روز ویدیو تهیه میکنم، فقط حالت کلیشو ببینید از دور که حتی اینجور مغازه ها هم بسته‌بندی های مخصوصشون رو دارن. خب بچه اینجا مغازه کویل هسته، کویل یه برند گرونه خب، ولی الان 75% آف زده واسه محصولاتش و قیمتاش خیلی خوب میشه. 75% واقعا عالیه. مثلا همین جلوی مغازه رو شما ببینید، این جور لباسی $10 قیمتش کلا و کلا تخفیفات بسیار خوب زده. یا مثلا این کفش، دو جفت کفش کلیرنس شوز $19 $20 بچه هر کفش $20 دوتا بگیری $35 باشه. اینجا خب مغازه هالیدی تریجرز که یادتون باشه واسه کریسمس اومدم و اینجا یه ویدیوی کامل تهیه کردم و توی کانال گذاشتم و اینجا هم تمای ولنتاین تورشونه که میبینیم اینا رو. کلا مغازه بسیار جالبیه واسه تزیینات و دکوریشن و اینا. ولی بیشتر واسه مثلا ولنتاین نیست، یعنی بیشتر حالت کریسمس و هالووین و اینا رو داره. اینجا هم چه مغازه میسیسه دیگه، اونقدر ویدیو گذاشته از میسیس که دیگه فکر کنم هر جشنی که باشه میسیس کاور میکنه. کنه یه مغازه بسیار، یه شاپ بسیار بزرگیه و همه چیز داره.
خواهش از بازار اومدم بیرون، یک بلاگ مختصری داشتیم در مورد ولنتاین دی و اینکه از کجا اومده، حالا هوای روزای ولنتاین چه جوریه. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین، حتما کانال سابسکرایب بکنین و نظر بدین که راجع به چه ویدیوهایی و چه موضوعاتی اینجا آپلود داشته باشیم. خیلی ممنون و وقتتون بخیر.